مرده خانم، خرابه. اگه سالم بود اینجا نبود که. میبینی که دارم باش ور میرم. اصلا این همه رو برای چی اومدی؟ سلام. برای که سلام؟ سب معلوم نیک چشه. بهتر بریم باش سر همون جاده، یکی میاد سوارت میکنه. اینجا کسی ترمز نمی کنه که. خب شاید کمک ازم بر بیا. کمک؟ خودم هم مثل خر تو گل موندم. اینجا این ورش میگیرم اون ورش میفته. اینجا چی درست میکنم اونجاش خراب میشه. شما اهل کلسر هستین؟ باید به جواب بدم؟ ببینم بلدی استارت بزنی؟ بله. مواظب باش تو دنده نباشه. نزن نزن، مگه نمیبینی روشن نمیشه؟ کمک کنم ناشی، اینجوری میخواد کمک کنم. ببخشید حواسم پرت شد، ممکنه خفه کرده باشه. نه خفه نکرد، من قلق ماشین همه میدونم. میخوای برو پشت فرمون بشین دوباره؟ بهت ثابت بشی که خفه نکرده. شما بشین پشتش، من هول میدم. دست دمونه لاش. مثل من یه دنده ای ها حالا این طرف ها نهیدی بودنه معلم جدیدی؟ بسی شما بگم جواب خودم به خودم بسی چقدر تقدیمتون کنم؟ به جای کرایت هول دادی دیگه. برو به سلامت رو ندارم. خیلی لطف کردین. راستی اسمتون چیه؟ بهم میگن حاج ارباب. خودم ارباب نیستم ها، رعیتم. باز خوبه لاقل اسمتون حاج اربابه. ننه بابای خدا بیامرز من میخواستن دلم به همین خوش باشه. شما هم حتما معلم نیستید ها؟ حتما. با اجازتون. به سلامت بودم. به سلامت.
سلام. سلام. منزل علی مردان نور محمدی اینجاست؟ بله. بابات خونه است؟ چیکار داشتی ماش؟ سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. بفرمایید داخل. سلام. منزل آقای نور محمدی اینجاست؟ درست آمدید. بفرمایید. با خودشون کار داشتم. از راه دور آمدید. مهمان عزیز ماست. ما جلوی در جواب هیچ کسی نمیدیم. بفرمایید داخل. بفرمایید. داوود جان در ببند مادر جان. خیلی خوش آمدید. بفرمایید خواهش می‌کنم. غیر ممکنه. داوطلب بسیج بود. چند سال جبهه بود. همین سفر آخری. خب شاید من اشتباهی اومدم. تو این محل یه علی مردان نور محمدی بیشتر نبوده و نیست. بفرمایید. دست برسنی. اونم علی مردان منه. برنده اول جشنواره صنایع دستی. جایزم گرفتن. کار علی مردان منه. شما اینو حدوداً یک ماه پیش برام فرستادید. ما فرستادیم؟ علی مردان سالهاست که شهید شده. خب شاید قبل از شهید شدنشون ساختن بعد شما برام فرستادید. نه، شاید یکی دیگه ساخته برای شما فرستاده. کسی که علی مردان رو خوب میشناخته. نه، این کار بابامه. بابام این ساخته. اینو ببر خندش کن. خانم خستن. پسش آوردین؟ نه نه. من اومدم خبر برنده شدنشونو بهتون بدم. این کار برای شرکت توی جشنواره بین‌المللی خارج از کشور انتخاب شده. شاید کار استا عنایت باشه. اوستا عنایت؟ اوستا علی مردان بود. به خیلی ها کار نشون داده. زبان زده مردمه. میخوای داوود همراه شما بفرستم؟ به معلمش یه جوری خبر میدم. مگه تابانه خیلی راست؟ نه، نیم ساعتی نمیشه. بفرمایید. قابل نداره. ما را از تنهایی در آوردید. خانه خودتان راحت باشید. میدونین که اگه معلوم شه کار کسی دیگه ای بوده خلافه؟ بابام زنده است. بابای من زنده است. داوود. تو رو خدا حقیقت رو به من بگین. این چه فرمایشه خانم؟ امان از دست مردم. بعضی وقتا حرفایی میزنن که... مردم چی میگن؟ هیچی. بفرمایید. دست برسنی. Thank you.
سلام بیبی. سلام. سلامت باشی. شما خوبی؟ خیلی ممنون. این خانم معلم است آب جان. نه با من پیردم با. تو پیر علی مردان است. آه. دکان داری؟ نه. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. یعنی هیچ کس اینجا نیست؟ زنش، بچه هاش؟ اون تنهاست. بچه هاش همون شهر زندگی میکنن. سلام آج ارباب. سلام آجمو. سلام. اول صبح اینجا؟ حتما فکر می رسونم سر جاده ها؟ نه حاجا امان می بری بانا؟ ماشین من سرپا نیست، خود من مثل ماشینم. ما دو نفریم، برای هول دادن زورمون زیاده. می خواهیم بریم پیش اوستا عنایت. اوستا عنایت؟ شما اصلا دنبال چی هستی خانم؟ فرو خانم حاجامون. ببخشید، شما میتونید این کار کیه؟ صد البته من دیگه پیر شدم برای ساختن یک همچی چیزی دختر جان. یعنی میخوایی بگین علی مردان قبل از شهادتش اینو ساخته؟ علی مردان؟ این کار بیشتر از دو ماه نیست که از کوره در آمده. اینا خود رنگ میگه که من تازه کوره دیدم. اجازه بدید. علی مردان. این رنگ تو بازار نیست. رنگ دستسازه. قلق ساختن این رنگ رو هم فقط علی مردان بلد بود. من با دیدن این کار شکم برد که علی مردان شهید شده باشه. نه تولا خان، چی میخوای بگید؟ غیر از علی مردان خان کی میتونستی همچین رنگ و لعابی ساخته باشه؟ خب بالاخره باید اون به یکی یاد داده باشه. عجر باب، علی مردان کلی همکار و شاگرد داشت که فقط سه نفر اونا کارشون تعریف داشت. خدا عالمه، شاید کار یکی از اونا باشه. کار من یکی نیست. بفرمایید بختشان. عجر خیلی ممنون. بسلامت. عجر
عجب حرفی بزی. ای کاش ای کار مو بودی بی. علی مردان آرزوشی بود که یه روزی رنگ لعاب در باره. ای کاش ای ظرف مو بسختی. او در وجود یک نفر زنده، ولی بدبختانه او یک نفر مونیه. هیچ وقت منیسم مثل او نقش دادم، رنگ بسازم، کوزه به کوره ببرم. چند سالی است که دست دلم به کار نشنه. هیچ چیزی می سینه سر سنگینی کنه. غلام علی چی؟ از غلام علی خبر دارین؟ میدونین کجاست؟ غلام علی؟ از دنیا بی خبرم. آقا جان این مدرک امشب برم برای مسجد یه سر جلسه محلی کنم بعدم بیاره میکنم آقا. بله. سلام حاجی. آفتاب از کجا سرزی؟ خدا عمرت بده. شما که سال به سال نمیای گلسر. ما حداقل ما یکی دو بار رامون این طرف هاست. آقا این همه زحمت کشی این همه را اومدی یه مقدار کلش دارم میخوام از انباری ببرم برم میخوا خدا. ببین نمیتونم. مجبور فول داشه نم حالش خوش نیست. میخوام برم اون سر بابا باید بچه ها رو سوار کنم. شایی گنیم ولی خورید آجا با. میخوام اونا چربا کجا رفت؟ اون بدخلقه حتما حوصله نداشته رفته. نه اون ما رو اینجا تنها نمیذاره من مطمئنم. میگم برگردیم گلسر. دیدی که استاد سرآمدم گفت کار بابامه. چرا نمیخوای باور کنی؟ چیه؟ نکنه خسته شدی؟ نه زندگی منم یه جورایی مثل توه. منم تنها. همه خانواده‌مو با هم از دست دادم توی زلزله. چیزی ازشون یادم نمیاد. ببخشی رو لکم
دنبال ماجرا رو نگیر. چرا؟ دیگه چیزی از من نپرس. شما میدونین که اون ظرفو ساخته نه؟ اینا نمیخواستم بگم. پس چی؟ چی میخواییم بگیم؟ چطوری بگم؟ نمیخواستم جلو اون بچه حرفی بزنم. گفتم شاید هوایی بشه دلش بگیره. حاجمو تو رو خدا اگه چیزی میدونیم به من بگید. من به کسی حرفی نمیزنم. مردم ده بعضی هاشون علی مردان رو دیدن. دیدن؟ یعنی اون زنده است؟ کارگاه علی مردان اونجاست. بعضی شبها کورش روشنه. مردم میگن علی مردان شبها تو کوره کار میکنه. منم یه شب موقع آبیاری دیدم. اون ظرف خود علی مردان ساخته. یعنی امشب هم اونجا کار میکنه؟ خدا عالمه. تا حالا کسی خودش هم دیده؟ نه، کسی جرأت نکرده بره اون بالا. من تا با چشمای خودم نبینم باور نمی کنم. امشب اینجا میمونم. نه، شاید صلاح نیست کسی از رازش با خبر بشه. بیا بیا رو لگم. بیا بریم. بیا عزیزکم، بیا رولند. موقع به خاک سپردنش صورتشو دیدم. نمیشد فهمید که صورت علی مردان منه یا نه، ولی آسد مراد دیده بودش. موقع شهادتش اونجا بوده، با هم خط اول بوده. میگن شب حمله وقتی دشمن رو تار و مارش میکنن یه جایی میرسن برای استراحت، که یهو یه جوان بسیجی پاش میگیره به مین و شهید میشه. علی مردان که جلوتر از همه بوده میره کمکش کنه، ناغافل اونم پاش میگیره به مین. اونجا میفهمن که میدان مینه. آزاد مراد میگه وقتی میرسن بالا سرش دیگه داوود، 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 بلند شو ببین سر صدا مال چیه. برو ببین کیه مادر. مواظب باش. سلام. سلام.
آجامو 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 یعنی کجا رفته؟ آجامو جیبش که بیرون بود نمیدونم مسافر فرو خانم سلام راهی شدی؟ میخوام برم دنبال غلام علی غلام علی؟ پس حرفای که بهت زدم چی شد؟ دوست ندارم جایی هیچ شکی باقی بمونه لجباز مشکازم آقای مشکازم سلام آقا خسته نباشید شما میدونی غلام علی رو کجا میشه پیدا کرد؟ کدام غلام علی؟ به سر میز یعقوب خیلی وقت یه زندگی نکنه خیلی وقت ندیدم کجا میشه پیداش کرد؟ کجا؟ هر کجا سلچان، شهران، فتکو، لیسم تو کار خرید فروش شده و خانه پایین نمیتونی پیدا بکنی خدا نگهدار خدا حفظت کنه علی مرزان اینجاست چی؟ هر وقت از کارگاه می آمد خانه یه دست گل وحشی برای من می آورد زهرا خانوم زهرا خانوم سلام سلام چه زود راه افتادین امروز هر جور شده بعد به یه نتیجه برسم تا حالاشم خیلی مزاحمتون بودم شما مراهمین انشالله به هر نتیجه که دوست دارین برسید بیبی بعد از چندین سال تنورش روشن کرد فقط به خاطر شما دستشون درد نکنه راستی زهر خانم شما دیشب کجا رفته بودین اون ساعت من میرم صبحانه حاضر کنم تا شما بیاین زهر خانم قضیه کلاهی وحشی چیه؟ مطمئن باشین هر حرفی بزنی پیش خودم میمونه این چه فرمایشیه؟ با اینکه شما رو کم دیدم انگار سالهاست شما رو میشناسم من میرم سفره رو بندازم تا شما بیه باشه بده غذات ما نگونیم نیم ساعت دیگه سلام سلام قربون ببخشید مسئولشون نیستم نه خب من میخواستم یه تلفن بزنم تلفن اونجا هست اگه میتونی شما رو بگیریم بفرمایید تلفن بزن خیلی ممنون آره شما
ببخشید، نزدیکترین دفتر پست به اینجا کجاست؟ پست همینجا بود، همینجاست. خب مسئولش نیست؟ نه خودش نیست، میدونید فردا تشریف بیاره. فردا؟ من فقط میخواستم یه بسته ای رو که از اینجا فرستادن تهران از ده گلسر، میخواستم ازشون سوال کنم ببینم کی فرستاده. خودش که نیست، اگه بسیلش دست بزنی ناراحت میشه. ممنون، خداحافظ. حاجمو، 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 صدای خوبی از این سفال در نمیاد. سلام، شما سفالگری هم میکنین؟ میگن سفال صدای سازندش رو منعکس میکنه. اگر ظرف سفالی رو از آتشخال پر کنین صدای خوبی ازش در نمیاد. صدای اون ظرف، رنگ و لعابش همه نشون میده که کار علی مردانه. من اونو نساختم، خیالت راحت بشه. گاهی دست به سفال میبرم، آخه از یه گوشه نشستن و چشم به در دیوار دوختن بهتره، نه؟ چرا نمیرید پیش بچه هاتون؟ دود دم شهر اذیتم میکنه، اینجا برام بهتره. بهتون سر میزنم؟ دختر اسیر شوهره، اختیارش دست خودش نیست. از اون وقت که زن خدا بیامرزم عمرشو به شما داد، تنها. حلقه دستت نمیبینم. کار نیمه تموم زیاد دارم، نمیخوام به این زودی گرفتار شم. بعضی وقتا گرفتار و اسیر بودنم خوبه. ای کاش زنم زینت اینجا بود و من اسیرش بودم. اسیر کسی که دوستش داری باشی خیلی خوب. میگم بهتر نیست یه دستی به سر روی اینجا بکشیم؟ که چی بشه؟ فکر میکنم حالتون بهتر شده، نه؟ بله، خوبه. خودم برات پیداش میکنم، اگه تو کار خرید و فروش باشه میدونم کجا باید دنبالش بگردم. داوود اینجا چی کار میکنه؟ یه لحظه بایستی.
تو اینجا چی کار میکنی؟ خب معلومه، گلسر یه را بیشتر نداره که. از کی اومدی؟ صبح. خیلی خوب، بیا بالا. محمد آقا چی با هجر بابه؟ اون خانومه که باش؟ اونم که داوده استاد علی مردان و پسر هجر باب هر موقع اینجا میره یه سری به ما میزنه. سلام آجا خواه. سلام. حال شما خوب ایشان؟ حال شما چطوری؟ حال شما قربونی شما بفرمایید. سلامت. سلام خانم. حال شما خوبه؟ بفرمایید. چطوری داوود؟ خوبی پسرم؟ فروخ خانم اینم به قول من در خدمت کاری گیری بکن. بفرمایید خانم. شما اینو میشناسی؟ این کارو رو هوا میزنن. میخرمش. بدون چون چرا گفت کارو نیست. نمیفروشمش. فروشی نیست. شما میتونین کینو ساخته؟ والا اگه او سال مردان شهید نشده بودا میگفتم کار خودش است. اینه او کار او ساست. اگه بخواین به قیمتی خوبی براتون میفروشمش. تو یه چشم هم زدن. میخواین؟ غلام علی. غلام علی لهجه. چونه؟ خوابی؟ ببین چی کارت داره میخرم میخرم میفروشم. من که؟ ممکنه کار قربان باشه؟ قربون؟ احسنت. باری کلا کاری خود خودش است. اصلش به یادی قربون نبودم. آره کاری خودی قربونه 100%. نالوتی حالا دیگه با غریبا معامله میکنه. شما میدونین کجا میشه پیداش کرد؟ خودم میبرم دون پیشش. 100 تاشم که بخواین سفارش بدین دا ترتیب معاملش با خودم. کارا اوز قربون رو دست نداره. اگه براتون زحمتی نیست ما رو ببرین پیشش. حالا؟ نه، حالا که نمیشه. باشد واسه فردا. فردا؟ فردا خیلی دیره. عرض کردم خانم که نیستش. رفته شهر. چاره نیست فروخ خانم. باشی برای فردا. عوضش فردا صبح اول وقت میام گلسر دنبالتون. خوبه؟ شاید همه چند تا از کارا او سال مردان خریدم. کارای بابا نصف کار است. باشه پسر جان. یه جوری میشه سر همشون کرد. تو هنو استر رو بستی پسر. این روزا این کارا خریدارش زیاده است. میگه نه خانوم. البته اون وقتا که ما جون میکندیم ما خریدار نداشت. آخه ما هم یه روزی واسه خودمون ذوق و هنری داشتیم. الان افتادیم تو کاسبی. البته ناگفته نموند که امروزه کاسبی هم واسه خودش یه جور هنر است. نه آقا؟ بله. حالا شایده نبفرمایید تا فردا صبح میشالله میرسم خدمتتون. بفرمایید. دستگیرت شد؟ چرا کارکار روشن بود؟ علی مردان حتما
علی مردان بوده. پس حرف مردان درسته نه؟ من با چشمای خودم دیدم زهرا خانم یه نفر تو کارگاه بود. از دو ماه پیش به این طرف نگاه بکنم خوبه؟ بله، اما خودتون یادتون نیست؟ نه، روزی دو سه تازه پست رو. بله، خودشه، سازمان صنایع دستی ایران. خب کی اینو فرستاده؟ علی مردان نور محمدی. نه، میخوام بتونم که کی پستش کرده. بگوتم که خانم، علی مردان نور محمدی. من مطمئنم که این کار کاری خودی اوست قربونه است. حالا چند تایی سفارش دارین؟ سفارش؟ خب وقتی که نمونه کار رو پسند دیدن حتما تموم است دیگه. اوست قربون، اوست قربان، داره مهمان باوردم. یا الله اوست قربان. بله. یا الله، سلام علیکم. خلا خلا. یا الله، بفرما 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 حاج آقا. اربا شما اینو ساختین؟ معلوم است که خودش ساخته است. ده بگو ده وست قربان. خوش خیرت، حالا دیگه کاراده از مام قایم میکنی؟ به فرض اینکه من ساخته باشم. این سفال به اسم علی مردان نور محمدی به سازمان صنایع دستی ایران فرستاده شده. ببینم شما دنبال چی میگردین؟ دنبال حقیقت. علی مردان نور محمدی شهید شده. میخوام بدونم کی اونو به جاش فرستاده. خانم، من که حقیقت رو بهشتون گفتم که اوست قربون یه ذره حجب و حیا داره. منم نمی کنه. حالا شما بفرمایین چند تا سفارش دارین؟ پس کار شماست نه؟ من خیلی کوچکتر از اینیم که اینه بسازم. این کار فقط کار اونه. این کار اوست علی مردانه. فقط اونه که این رنگو ساخته. اوست قربان، تی حواس جمعه؟ چند وقتی که دلم با دستم یکی نیست. چشمم به مال دنیا و دستم جیر خار چند تا دلال و واسطه هست. خانم، میخرمش. هر چی شما بگوی. فروشی نیست. بالا میخرم ها. خانم علی، تو زبونه آدمی زاد به این سرت نمیشه. میگه نمیفروشم. خدا روسیه شد یه حواله کنه. برانشو خانم. برانشو فروش خانم. برانشو بریم. ممنون. سلامت باشید خانم. خیلی ممنون. حرمت شهید نگه داشت. خیلی ممنون. حاج آقا شما ناراحت نشید. من در خدمت شما هستم. من کوچیک شما هستم. آقا. ببخشید قربان دی. میفروشم میفروشم. بفر. حرکت. اتو اوست قربان. امی قول و قرار این بود؟ میمردی بگی کار توه؟ ره برر، وقتی اسم اون اوست علی مردان آمده، اسم شهید آمده، برر من نتنسم حرف بزنم، اینه میفهمی؟ تو چرا اینقدر آدم نفهمی بباسی بابا تو؟ من با چشمای خودم دیدم کارگاه روشن بود. من مطمئنم یکی داشون تو کار میکرد. نصف شب بود نتونستم برم اونجا. آخه راهشو بلد نبودم. مواده به سرد بزنی به طرف کارگاه. از وقتی سیل پل رودخونه رو برده راهی به کارگاه علی مردان نیست. بی خود خودتو به درصد اندازی. من که نمیتونم همینطوری ول کنم برم. بالاخره باید بفهمم قضیه این کارگاه و این کلبه و اون ظرف سفالی چیه. بفهمی که چی بشه؟ ها؟
چی درست میشه؟ من اصلا نمیفهمم چرا این قضیه برای شما باید اینقدر مهم باشه؟ چند وقتی هم میبینم که دست از کوره برداشته. والا شما چه بنهون، دیدیم اموراتمون نمیگذره، افتادیم تو کار و کاسبی و خرید و فروش. البته پاری وقتا واسه دلی خودم این کارهایی میکنم. الحمدلله. میگم مشت هستم جون دل. چه خبره؟ از کجا؟ از سالی مردان، میخوام ببینمش. نفهمیدم این مدت چجوری گذشت، برام خیلی جالب بود. اینجا این کار زندگی یه مفهوم دیگه ای داره. اما کاش با دست پر برمیگشتم. شرمنده، کاری از دست ما ساخته نبود. نمیدونم با اینکه باید برم، اما یه چیزی تو وجودمه که بهم میگه بمون. خب اینجا بمانید فروخ خانم. نمیتونم، باید برگردم سر کارم. نمیدونم حالا با این جایزه ها چی کار کنم. اگه حق علی مردانه یه جوری به ما میرسه. اگه اومدین تهران حتما یه سری به ما بزنین، من و عمم تنهاییم. چرا تنها؟ خانواده شهرستانه؟ مگه داوود به تو نگفته؟ داوود؟ نه. میگم میخوای بری بیگدار با هم نزن، نخواست نزدیکش نشو، میگن نظر کرده است، نفسش گیراست. باشه. پشت در رو بنداز، درم قفل کن. این آخرین عکسی بود که از جبهه برای من فرستاد. کجا شهید شدم؟ مهران. صدای چیه؟ علی مردان. سلام، این دستگل باشه چرا بیرون بنای؟ صد مراد، دوست علی مردانه. مجبور به عقب نشینی شدی، اما دیگه من علی مردان رو ندیدم. بچه ها میگفتن اونی که رفته کمک مجروح علی مردان بوده. نمیدونم راستشو بخوای، درست ندیدم اونی که بالای سر اون جوان بود علی مردان بود یا نه. با این حرفایی هم که مردم میزنن راستش شکم چند برابر میشه. ست مراد، تو که همپای اون بودی، تو خودت گفتی دیده بودی که شهید شده. نور کوره چی؟ این ظرف سفال که همه عالم و آدم میگن کار خود علی مردانه چی؟ اون قلب با ایمانه که نور کوره رو روشن میبینه. این خانم اومده که حقیقت رو بدونه، قرار بود کمکش کنی. این حرفا چیه میزنی ست مراد؟ اون صداش هنوز تو گوشمه. علی مردان اگه زنده باشه یا مرده باشه همیشه برای من زنده است. Thank you.
خدایا امید خودت. لا اله الا الله. درم نبسته رفته. غلام علی چه بلا به روز خودت آوردی؟ ای سلام، صبح بخیر. امروز زود بیدار شدی؟ امروز بخواد بریز؟ مگه فرقی هم میکنه؟ خب بالاخره یه روزی باید برم دیگه، نه؟ البته شاید امروز موندم. من باهاتون بیام؟ نه ممنون، تنها میرم. داوود؟ این فرو خانم نیست داره میره سمت رودخانه؟ بله خودش. مادرم گفت همراه تو باش. پس مادرت میدونست من کجا میخوام برم؟ کلیدش کو؟ مادر میگه گمش کردم.
یالله